مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد راه یافته به مرحله دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شامگاه دوشنبه 11 تیر در صدا و سیما روبروی هم نشستند و با موضوع فرهنگ و سیاست با یکدیگر مناظره کردند. در این مناظره که بخش پایانی آن به مشاجره دو طرف تبدیل شد، هر دو نامزد مورد تایید جمهوری اسلامی از نگرانی حاکمیت بابت نرخ پایین مشارکت مردم پرده برداشتند و با وعده‌هایی در مورد سرعت اینترنت، مذاکره با کشورهای خارجی، به رسمیت شناختن حقوق اقشار مختلف مردم و حل مشکلات اقتصادی تلاش کردند رأی بیشتری برای صندوق نظام جمع‌آوری کنند. سعید جلیلی که طبق آمار رسمی وزارت کشور در دور اول انتخابات 32% رأی آورد، بدون اشاره به تحریم انتخابات از سوی مردم مدعی شد که در جمهوری اسلامی مردم تعیین کنندند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه کلیگویی‌های همیشگی گفت که باید به سمت وضعیت مطلوب پیش برویم، اما توضیح نداد که برای رسیدن به این وضعیت چه برنامه‌ای دارد. سعید جلیلی در بخش دیگری از سخنانش ستاد مسعود پزشکیان و حامیانش را به ترویج فضای کذب و خبرهای دروغ متهم کرد و گفت که آنها برای اداره کشور برنامه‌ای ندارند. رئیس دولت در سایه در این مناظره ضمن اشاره به کنایه مصطفی پور محمدی که گفته بود جلیلی برای رسیدن به پست رئیس جمهوری زنبیل گذاشته است، مدعی شد که طی سالهایی که دولت در سایه را اداره کرده با کارشناسان مشورت کرده و هزاران ساعت جلسه با آنان برگزار کرده است. جلیلی در ادامه ادعاهایش افسود که در جریان خیزش سراسری 1401 با دانشجویان جلساتی برگزار کرده و حرفهای آنها را شنیده است. با این حال توضیح نداد دانشجویانی که با او جلسه داشتند از کدام طیف بودند و آن دانشجویان معترض هم جزء آنها بودند یا فقط دانشجویان بسیجی که در سرکوب اعتراضهای دانشجویی نقش داشتند در دیدارها حضور داشتند. نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به توییت محمد جواد آذری جهرومی مشاور پزشکیان هم اشاره کرد و گفت اینکه 9 میلیون نفر از حامیان یک نامزد را طالبان خطاب کنیم مشکلی از مردم حل نمی کند. آذری جهرومی با انتشار پستی در حساب اینستاگرامیش ضمن کنایه به جلیلی و حامیانش نوشته بود نگذاریم کشور به دست طالبان بیفتد. از طرفی مسعود پزشکیان نامزد مورد تایید جریان اصلاحات در مناظره با سعید جلیلی چندین بار به نرخ پایین مشارکت مردم اذعان کرد. او به احتمال گران شدن بنزین در دولتش نیز واکنش نشان داد و مدعی شد که بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهد کرد، اما توضیح نداد که چگونه میتواند رضایت مردم را برای گران کردن بنزین کسب کند. مسعود پزشکیان که از نظر مخالفان جمهوری اسلامی در این انتخابات نقش سوپاپ اطمینان حاکمیت را بازی می‌کند، در این مناظره نیز مانند مناظرات پیشین به نادیده گرفته شدن حقوق مردم در جمهوری اسلامی و شنیده نشدن صدای اعتراضات اعتراف کرد و با بیان اینکه مشکل اصلی فقرا در ایران مسئولان جمهوری اسلامی اند نه آمریکا، اذعان کرد که مردم ایران در جایی که باید بازی داده نشدند. پزشکیان به اخراج و بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت که در طول 40 اخیر هیچ دولتی در جمهوری اسلامی آنگونه که باید عمل نکرده است. او به برنامه دولت‌ها نیز کنایه زد و گفت برنامه‌ای که ما را به هدف نمی‌رساند ارزش ندارد. دو نامزد مورد تایید جمهوری اسلامی در بخش دوم مناظره شامگاه دوشنبه درباره موضوعاتی مانند فروش نفت، مذاکره و سیاست خارجی و اینترنت نیز صحبت کردند. سعید جلیلی بدون اشاره به محدودیت‌هایی که فیلترینگ برای مردم ایجاد کرده است، وعده داد که سرعت اینترنت در دولت آینده او بالا می‌رود، اما درباره تقویت پهنای باند خارجی و لغو فیلترینگ چیزی نگفت. مسعود پزشکیان نیز با در پیش گرفتن سیاست دوگانه، از یک سو به حاکمیت مجوز داد هر زمانی که امنیت ایجاب کرد، پلتفرم‌های پرکاربرد را فیلتر کند و از سوی دیگر خواستار رفع فیلترینگ شد.
او در ادامه به بازار فروش فیلتر شکن‌ها و دست‌های پنهان و پشت پرده اشاره کرد و گفت که بسیاری از مردم پس از فیلترینگ کسب و کارشان را از دست دادند و حالا بیش از اینترنت برای فیلتر شکن پول می‌دهند. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به نبود رقابت در بازار داخلی اشاره کرد و گفت خودرویی که 20,000 دلار است در داخل ایران 100,000 دلار می فروشند و مردم ایران مجبورند از خودروهای بیکیفیت ساخت داخل استفاده کنند. پزشکیان درباره سیاست خارجی نیز گفت که با مذاکره برای رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF موافق است. در مقابل سعید جلیلی گفت که نظر او پشیمان کردن طرف‌های غربی در مسئله تحریم هاست. او همچنین ادعای طلبکار بودن جمهوری اسلامی در مسئله برجام را مطرح کرد و گفت نباید معطل ماند و باید با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرد. پزشکیان به همسویی جریان‌های داخل حاکمیت با بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مخالفت با برجام اشاره کرد و گفت ما روزانه 10,000 میلیارد تومان ضرر می‌کنیم. در این وسط یک عده کاسب تحریمند و می‌خورند و می‌برند. در بخش پایانی مناظره شامگاه دوشنبه سعید جلیلی طرف مقابل را به نداشتن برنامه و تجربه متهم کرد و مسعود پزشکیان نیز به دولت در سایه کنایه زد و گفت امکان ندارد کسی بیرون از یک سازمان و ساختار بتواند برای آن برنامه بنویسد. درباره فروش نفت نیز سعید جلیلی ادعای فروش 2 میلیون بشکه در روز را تکرار کرد و در پاسخ مسعود پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها نفت را ارزان می‌فروشد و کشورهایی مانند چین از پرداخت پول ایران امتناع می‌کنند. پزشکیان به رشد نقدینگی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت ما به دلیل سوء مدیریت روزی چند میلیارد به کشور ضرر می‌زنیم. این نامزد ریاست جمهوری درباره اینکه چه برنامه‌ای برای نجات ایران از سوء مدیریت دارد توضیحی نداد و پیوسته مدعی شد که از کارشناسان استفاده خواهد کرد. او در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد که با وضعیت موجود امکان رشد 8% که دولت 13 و سعید جلیلی مطرح کردند وجود ندارد. هنگامی که سعید جلیلی مدعی شد میتواند رشد اقتصادی را به 8% برساند، پزشکیان خطاب به مردم گفت که حاضر است از انتخابات کنار برود، اما چنانچه جلیلی نتوانست رشد اقتصادی را به 8% برساند، او را اعدام کنند. مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از محرمانه بودن قیمت فروش نفت در ایران گفته است وقتی سوال می‌کنیم نفت را با چه قیمتی می‌فروشند می‌گویند اینها محرمانه است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در عین حال تخفیف روزانه 26 میلیون دلاری نفتی ایران به چین را فاش کرده و افسوده است گروهی با نام دور زدن تحریم می‌گویند جاده را باز نکنیم، ما جاده فرعی ساختیم و روزانه 1,300,000 بشکه نفت می‌برند و میانگین 20 دلار در هر بشکه تخفیف می‌دهند. او گفته است این یعنی اینکه روزانه 26 میلیون دلار از پول مردم ایران، کشاورزان و اعضای کمیته امداد را به خریدار انحصاری نفت تخفیف می‌دهند. او از سوال‌های متعدد درباره نوع دور زدن تحریم‌ها سخن گفته است. از جمله می‌گوید وقتی سوال می‌کنیم نفت را با چه قیمتی می‌فروشند، می‌گویند اینها محرمانه است. پول به کدام حساب واریز می‌شود؟ میگویند آمریکا بانک را تحریم کرده اما پولها برمیگردد. از چه طریقی برمیگردد؟ میگویند صرافی‌ها. صرافی‌ها متعلق به چه کسانی هستند؟ محرمانه است. بخش عمده پول کجاست؟ همه در یک کشور است. آن کشور پول را میدهد؟ خیر، فقط میتوانیم کالا وارد کنیم. کالا را چه کسی وارد میکند؟ باز هم نمیگویند. منظور انصاری از یک کشور چین است که ایران تنها امکان فروش نفت به شرکت‌های کوچک این کشور را دارد و درآمد ناشی از آن عمدتاً به صورت کالا یا خدمات به ایران باز می‌گردد.
انصاری سپس با اشاره به اینکه افتخار میکنند روزی 1,300,000 بشکه نفت میفروشند میپرسد: سوال من به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که چه کسانی نفت میفروشند؟ اسامی را اعلام کنید. میگویند اگر بگوییم دشمن متوجه میشود. میگویند اگر بگوییم مشتری منصرف میشود، زیرا آمریکا اینها را رصد میکند. دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت در 15 سال اخیر یکی از ریشه‌های گسترش فساد، سیاهکاری و رانت‌خواری و حیف و میل در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و قشرها و نهادهای معینی را در حکومت به آلاف و علوف رسانده. قشرها و نهادهایی که از آنها به عنوان مخالفان اصلی رفع تحریم یاد می‌شود. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دوشنبه 11 تیر طی اظهاراتی گفت شرایط برای حمله مستقیم کشورش به اسرائیل فراهم نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، حاجی‌زاده که در جمع تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان غزه سخن می‌گفت، تصریح کرد: در این حال که قدرت حمله به اسرائیل را داریم، ولی دستمان بسته است و شرایط اینکه بتوانیم مستقیم علیه اسرائیل اقدام کنیم خیلی برای ما فراهم نیست. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه تلخی جنایات اسرائیل در غزه برای ایران مضاعف است گفت: در این حال که قدرت آن را داریم ولی دستمان بسته است. وی در ادامه سخنان خود ابراز آرزومندی کرد که فرصت دیگری برای حمله مستقیم ایران به اسرائیل فراهم شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ضمن برشمردن برخی از اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در منطقه گفت: همان گونه که از سلاح‌های عزیزان ما در فلسطین و لبنان و جاهای دیگر معلوم است، دیگر مشخص است که در واقع از طریق ایران کمک و تغذیه می‌شوند و از هر کاری که از ما بر بیاید کوتاهی نکردیم و کوتاهی نخواهیم کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بر ادامه پشتیبانی تسلیحاتی جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران در منطقه تأکید دوباره کرد. کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور خارجی و وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه 12 تیر منتشر شد هشدار داد که اگر اسرائیل یک حمله همه جانبه علیه حزب الله انجام دهد، خطر آغاز یک جنگ منطقه‌ای را در پی خواهد داشت که در آن تهران و محور مقاومت با تمام امکانات از جنبش حزب الله لبنان حمایت خواهند کرد. خرازی در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که جمهوری اسلامی علاقه ای به یک جنگ منطقه ای ندارد و از آمریکا خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. او اما در پاسخ به این سوال که آیا ایران در صورت درگیری تمام عیار از حزب الله مهمترین و قدرتمندترین متحد منطقه خود حمایت نظامی خواهد کرد گفت: همه مردم لبنان، کشورهای عربی و اعضای محور مقاومت از لبنان در برابر اسرائیل حمایت خواهند کرد. به گفت احتمال گسترش جنگ در کل منطقه وجود خواهد داشت که همه کشورها از جمله ایران درگیر آن شوند. در این شرایط ما چاره‌ای جز حمایت از حزب الله نداریم. به افزود گسترش جنگ به نفع هیچ کس نیست، نه ایران و نه آمریکا. خرازی درباره تأثیر انتخابات جاری در ایران در شرایط منطقه نیز گفت: در حالی که بسته به اینکه چه کسی برنده شود، تفاوت‌هایی در رویکرد دولت ایران وجود خواهد داشت، اما استراتژی کلی سیاست خارجی ایران توسط مقام رهبری تعیین می‌شود و از این حیث ثابت است. با این حال او گفت که انتخابات فرصتی برای گشایش‌های جدید بین ایران و غرب ایجاد می‌کند، اما برای دستیابی به آن کشورهای غربی باید از سیاست‌های کنونی عقب نشینی کرده و بر اساس شرایط برابر و احترام متقابل با ایران وارد مذاکره شوند. خرازی افزود: اگر آنها تصمیم به همکاری بگیرند، ما آماده همکاری هستیم. به گفت جمهوری اسلامی مایل به انجام مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای تهران در یک دولت جدید است، اگر این امر منجر به پیوستن مجدد ایالات متحده به برجام شود.
خرازی با استناد به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در سال 2003 مبنی بر ممنوعیت توسعه تسلیحات هسته‌ای گفت: ما طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم، اما اگر ایران با یک تهدید وجودی مواجه شود، طبیعتاً ما باید دکترین خود را تغییر دهیم. به افزود اگر غرب اقدام به بکارگیری مکانیزم ماشه برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران کند، این امر با واکنش شدیدی از سوی ایران در زمینه تغییر استراتژی هسته‌ای‌اش مواجه خواهد شد. وی گفت: تاکنون تصمیمی برای فراتر رفتن از غنی‌سازی 60% نداریم، اما ما سعی کرده این تجربه و دانش هسته‌ای خود را با استفاده از ماشین‌ها و تنظیمات مختلف گسترش دهیم. در هفته‌های اخیر نگرانی از یک جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله تشدید شده و غرب را در خصوص نوع واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در صورت وقوع چنین جنگی نگران کرده است. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته در دیدار با همتای اسرائیلی خود که به آمریکا رفته بود، هشدار داد که ادامه حملات روزانه حزب الله به اسرائیل در ماه‌های اخیر می‌تواند اسرائیلی‌ها و لبنانی‌ها را وارد یک جنگ ناخواسته کند. او گفت: چنین جنگی برای لبنان یک فاجعه خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه نوشت: نظر به توقف مذاکرات میانجیگران برای دستیابی به یک راهکار سیاسی که نیروهای حزب الله را از مرز با لبنان دور کند، مقامات آمریکا و اروپا به حزب الله هشدار دادند که در صورت تصمیم اسرائیل به آغاز عملیات جنگی در لبنان، نباید به واشنگتن یا عاملی دیگر برای مهار رهبران اسرائیل امیدوار باشد. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی مستقر در سازمان ملل در نیویورک روز 8 تیر در پیامی در شبکه ایکس به اسرائیل هشدار داد که در صورت گام برداشتن در مسیر جنگ تمام عیار علیه حزب الله، چنین جنگی ویران کننده خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به پیام هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نوشت: کشوری که تهدید به نابودی می کند خود سزاوار آن است. تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر در مورد هشدار هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گفته بودند: تهران ظاهراً خود را برای حملات مستقیم به اسرائیل مانند 26 فروردین به این کشور آماده کرده است. کارشناسان نظامی اسرائیلی ارزیابی کردند: تهران با هشدار خود این پیام را می‌رساند، آمادگی دارد تا امکانات نظامی جمهوری اسلامی را نیز برای حمایت از حزب الله، بزرگترین بازوی نیابتی جمهوری اسلامی، وارد کارزار احتمالی کند. کمال خرازی در گفتگو با فاینانشال تایمز توضیح نداد که استفاده جمهوری اسلامی از تمامی ابزارها برای حمایت از حزب الله به چه مفهوم است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در روزهای اخیر گفتند: برای حل بحران جنگی میان این کشور با حزب الله در لبنان، راهکار دیپلماتیک را ترجیح می‌دهند، اما برای هر سناریوی دیگری نیز آماده خواهند بود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته در بازدید از شمال اسرائیل گفت: منتظر حل سیاسی قضیه هستیم، اما ارتش برای هر احتمال دیگری نیز آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو نیز گفت: ورود ارتش اسرائیل به فاز جدید از جنگ غزه به مفهوم عملیات هدفمند و کاهش آتشباری‌های سنگین در باریکه غزه به ارتش امکان می‌دهد بخشی از نیروهایش را به شمال منتقل کند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل ابراز نگرانی کرده که اوضاع از کنترل خارج شود. او هفته گذشته پس از بازدید 2 روزه از شمال اسرائیل گفت: اگر دنیا روزی بیدار شد و دید که جنگ در گرفته، نباید متعجب شود. در همین حال نشریه آلمانی بیلد روز 3 شنبه 12 تیر به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: حمله اسرائیل در لبنان برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده و احتمالاً بعد از نیمه این ماه عملی خواهد شد، مگر اینکه حزب الله حملات به اسرائیل را متوقف کند. منابع دیپلماتیک به بیلد گفتند: در صورت ادامه حملات حزب الله، عملیات زمینی اسرائیل در لبنان در هفته 3 یا 4 ژوئیه آغاز خواهد شد. شمار زیادی از دولت‌های غربی و عرب منطقه با نگرانی از درگرفتن یک جنگ گسترده در روزهای اخیر از شهروندان خود در لبنان خواستند به فوریت این کشور را ترک کنند. ارتش اسرائیل روز 2 شنبه 11 تیر دستور تخلیه دسته جمعی فلسطینی‌ها را از بخش عمده‌ای از خان یونس صادر کرد.
گفته می شود این نشانه ای احتمالی از حمله زمینی جدید به دومین شهر بزرگ نوار غزه است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی این دستور در اواخر بعد از ظهر و غروب روز دوشنبه، غیر نظامیان با پای پیاده یا با وسایل نقلیه خروج از منطقه را آغاز کردند. نیروهای ارتش اسرائیل اوایل سال جاری میلادی با حمله به خان یونس برای هفته‌ها در این منطقه جنگیدند و گردان‌های حماس را وادار به عقب نشینی کردند. اسرائیل میگوید در حملات تازه باقی مانده این گروه تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی را هدف خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت ارتش در حال پیشرفت برای پایان دادن و نابودی گروه تروریستی حماس است. همزمان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است دستور تخلیه جدید بار دیگر نشان می‌دهد هیچ مکانی در غزه برای غیر نظامیان امن نیست. او در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش بس در این باریکه شده است. ایالات متحده در آخرین تلاش برای برقراری آتش بس در غزه یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای را از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد. گروه حماس اما با تغییر بندهای این پیشنهاد پذیرش آتش بس را به توقف کامل جنگ و خروج اسرائیل از نوار غزه منوط کرد. مقامات ارشد اسرائیل بارها تاکید کردند که هدفی جز نابودی گروه حماس ندارند و پس از اتمام جنگ نیز در این منطقه خواهند ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد گروهی از قربانیان حمله تروریستی 7 اکتبر حماس به اسرائیل از رژیم‌های ایران، سوریه و کره شمالی به دلیل حمایت از این حمله شکایت کردند. آنها در این شکایت که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شده این 3 دولت را متهم کردند که از طریق پول، سلاح و دانش لازم از حمله تروریستی حماس حمایت کردند. شاکیان به دنبال گرفتن غرامت 4 میلیارد دلاری از بانیان این حمله تروریستی هستند. اسوشیتد پرس می نویسد نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. ایالات متحده رژیم جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی را کشورهای حامی تروریسم می‌داند. جدای از آن، آمریکا حماس را نیز به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد. این خبرگزاری می‌نویسد از آنجایی که چنین کشورهایی به ندرت از احکام دادگاه علیه خود در ایالات متحده تبعیت می‌کنند، در صورت موفقیت شاکیان آنها می‌توانند از صندوق ایجاد شده توسط کنگره که به قربانیان آمریکایی تروریسم اجازه دریافت غرامت می‌دهند، غرامت خود را دریافت کند. این پول از دارایی‌های توقیف شده، جریمه‌ها یا سایر مجازات‌هایی که به عنوان مثال به یک دولت با دولت حامی تروریست تجارت می‌کند، پرداخت خواهد شد. اسوشیتد پرس می‌نویسد این شکایت بر اساس یافته‌های دادگاه قبلی، گزارش آژانس‌های دولتی آمریکا و دیگر سازمان‌های دولتی و اظهارات مقامات حماس، جمهوری اسلامی و سوریه در چند سال اخیر تنظیم شده است. این شکایت همچنین به نشانه های اشاره می کند که جنگجویان حماس از سلاح های کره شمالی در 7 اکتبر استفاده کردند. اما این شکایت شواهد خاصی را ارائه نمی کند که تهران، دمشق یا پیونگیان از قبل از این حمله اطلاع داشتند. اگرچه در شکایت مطرح شده این 3 کشور به ارائه تسلیحات، فناوری و حمایت مالی متهم می شوند. به نوشته اسوشیتد پرس رژیم جمهوری اسلامی مطلع بودن از حمله تروریستی 7 اکتبر حماس را رد کرده، هرچند مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این حمله را تحسین کرده است. جمهوری اسلامی حماس را به عنوان نیرویی که در برابر اسرائیل مقاومت می کند مسلح کرده، چرا که جمهوری اسلامی اسرائیل را دشمن اصلی خود در منطقه می داند. در سالهای پس از فروپاشی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی، رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر جنگی در سایه بودند.
از حملات در زمین و دریا گرفته تا دیگر تحرکات علیه یکدیگر. این حملات پس از حمله آشکار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که منجر به کشته شدن چند فرمانده ارشد سپاه شد بالا گرفته است.